خدمت آقای جباری هستیم. آقای جباری تشریف آوردید کیش واسه جشنواره صحبت می‌کنید خودتون. به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز. دعوت کردن دوستان از جزیره که حالا برای مراسم افتتاحیه که جام جهانی رو شامل میشه و بازی‌ها رو پوشش میده و اتفاقاتی که تایم جام جهانی قراره تو جزیره اتفاق بیفته، تو این افتتاحی شرکت کردیم به همراه دوستان در خدمتشون هست. فکر کنی ایران الان حاضر هست که توی جام جهانی بازی کنه؟ یعنی اون شرایط و اون اقدامات لازم انجام شده واسه تیم ملی فوتبال ایران؟ خب مسلماً این اتفاق خیلی حساب شده با برنامه نمیفته توی فوتبال ما، و حالا فکر میکنم که توی همین اردویی که داشتن توی کشور قطر خیلی از این بی برنامگی ها بود برای تیم ملی. شرایط همونطوری که میدونن خیلی مساعد نیست. از صحبت های بازیکن ها این برداشت میشه، استنباط میشه که باید شرایط بازی تدارکاتی اردویی که میذارن خیلی بهتر و حساب شده تر باشه. اما متاسفانه مثلا اتفاقاتی که بالاخره از درون فدراسیون مشخصه برای فوتبال ایران تا الان اتفاقات خوب نیفتاده، یعنی تدارک برای جام جهانی اونطوری که باید و شاید تا الان صورت نگرفته. جبری، در مورد ابقای اسکوچیش صحبت میکنید بعد چند هفته که حالا گمان زنی بود این که برنیشون، کمیته فنی نظر قاطع دادن به عدم صلاحیتشون، بعد امروز اقبا شد، حالا بعدم که یه سری صحبت ها از طرف یه سری بازیکن ها مثل طارمی، چطور میبینید شرایط تیم ملیو؟ والا ببینید، از مشکلات همون اینه که بالاخره فدراسیون الان با سرپرست داره اداره میشه و انتخابات فدراسیون توی زمان خیلی حساسی داره اتفاق میفته. یعنی تنها اتفاق مثبت فکر میکنم از نظر من این بودش که آقای اسکوچیچ برگشت به تیم و امیدوارم که همین نظر رو روش وایستن و تغییرش ندن، چون توی این تایم کوتاه واقعا فکر نمیکنم که بتونیم گزینه بهتر از ایشون پیدا بکنیم و دلایلی هم نیست برای کنار گذاشتنشون. و اگه مشکلاتی هم بالاخره توی اردو حالا به وجود اومده، اختلاف نظراتی هست، به خاطر اینکه فدراسیون خودش درگیر خیلی از مشکلات بوده که سرمربی نمیتونسته این هماهنگی رو با فدراسیون داشته باشه و خیلی مشکلات زیاد بوده که خب خیلی‌هاش هم ما الان نمیدونیم، خبر نداریم. اما حالا من به نظرم اتفاق بهتر برای فوتبال ما اینه که آقای اسکوچیچ بمونه و همراه تیم باشه توی جام جهانی و امیدوارم که اتفاقات خوب هم بیفته. یه سری فکر کنن که امکان داره که آقای اسکوچیچ بعد از انتخابات فدراسیون فوتبال عوض بشن، یعنی همه این اتفاقات تا 8 شهریور اعتبار داره و بعد از 8 شهریور یه داستان دیگه ای رقم میخوره. بالاخره ما عادت کردیم به این بی برنامگی ها، حالا سوء مدیریت، اما بعید میدونم، من فهم میکنم اتفاقی که اگه الان بیفته با این حالا صحبتی که شد، آقای اسکوچیچ برداشته شد و الان دوباره خبرش هستش که هستن، فکر میکنم که حداقل سخت باشه که دوباره بخوام با اصلا عمومی بازی بکنن یه تصمیمی غیر از این بگیرن. در مورد طارمی هم صحبت میکنید، یه سری بازیکن ها علیه اسکوچیچ بودن، به عنوان یه بازیکنی که خیلی تجربه دارید و بالا پایین فوتبال رو دیدید، توصیهتون چیه توی این شرایط هم به اسکوچیچ هم به بازیکن های تیم ملی؟ چی جوری میشه که این شرایط یه مقدار چون آقای اسکوچیچ موندنی شدن هموار بشه برای اینکه ما بتونیم تو جام جهانی تیم یه دست داشته باشیم؟ ببین، فکر میکنم وقتی که بازیکن ها هم میبینن که اتفاقات فوتبال